ولی روش گفتن مثل الکل اون چه کار میکنه اونم اختیار رو ازت میگیره خب در بازه دیگه هیچ پاسبانی وجود خب چه اتفاقی میفته شخص وقتی با خودش میام اینه خونش رو لخت کردن کردن لباسش گرفته تو خیابون در آوردن و بردن مبیلش رو بردن کیفش رو زدن اصلا هیچی نداره تا در جونش هم ممکنه بگیرن و هزار بلا ممکنه خودش بلا سر دیگران بیاره یان به خودش میاد میگه من نبودم میگه چرا وقتی یه نفر در حالت مسیح کاری انجام میده معمولا جور براش نیست میگه چون خودش نبوده اینها هم که خدا رو قبول ندارن میدونن شخص خودش نیست کیه ممکنه هر کس باشه دیگه را جویش حرف نمیزنن ولی حداقل اینو مطمئنن که شخص خودش خب کیه آها یه شخصیت دیگه یه قدرت دیگه یا یه روح دیوی دیگه یا افرادی که مواد مخدر مصرف میکنن میزنن یا دیگه خودش و وقتی بهشون نمیرسه باز خودشون نیستن پس مودی متوجه هستید که انسان وقتی خودش دیگه نیست تو هر لحظه کوتاه قدرت های تاریکی او رو در بر میگیرن تا زمانی که خودت هستی تو امنیت بتونی باشی چیه هیچ قدرتی نمیتونه در تو نفوذ کنه وقتی خودت نیستی خطر اونجا به وجود میاد پس به همین دلیل کسایی که از طریق هیپنوتیزم باز انگیزه خوب داشتن چرا برم ببینم دردم چی بوده میگن شاید تو بچگی یه چی بوده من که نمیدونم برم گفتن بریم ببینیم ترست از کجاست مشکل از کجا ترست برطرف کنیم نمیدونم عدم اعتماد به نفست رو در درمان بکنیم نمیدونم بیایم مشکلات روحی روانی و بحران ها و اسارت های فکری تو بیایم آزاد بکنیم میان زیر ابروش چشمش هم کور میکنن قبلا برای جن زدگی میرفتم پیش جنگیر <applause> الان هم اینو یه جنگیره دو قدرت های تاریکی تا یه جایی آزاد شدن از چیزهایی که شیطان میتونه از طریق اونها ما رو اسیر کنه چون یه ابزار میخواد شیطان یه وسیله میخواد یه بچه یه شوهری یه عشقی یه محبتی یه تمایلی یه،, یه, چیزی باید وجود داشته باشه که شیطان از طریق تو بخواد او رو از تو رو اسیر بکنه دیگه خب شما یه بزم میخوای دنبال را بندازی یه یه ذره علف با بگی دستت باشه که دنبال را بیفته ببریش قدیما میخواستن گوسفند می‌گرفتن، می‌خواستن برای قربونی راه نمیرفت که اونجا یا زوری باید میبردنش یه سر علف می‌دادن دستش میگو بگی دستت دنبال دعا بیفته بیاد درسته؟ دیگه خیلی ساده است خب پس بعدی چیزی باشه که تو رو دنبال خودش بکشه خب یه قسمت از اینکه که من آزاد باشم که شیطان اجازه پیدا نکنه به هر طریقی از چیزهایی که دور من هست بخواد سوء استفاده کنه و منو اسیر بکنه این خیلی خوبه اما از یه طرف هم بی تفاوتی موقعیت مهیا ممکنه بکنه که شیطان هم بیاد به در آبد و نابود کنه این خیالم نباشه پس خیلی بعد حواسمون باشه که به نوعی از چاله به چال نیفتیم اسیر نباشیم اما بی تفاوت هم نباشیم اسیر نباشیم اما بی غیرت هم نباشیم اسیر نباشیم خب اما به امان خدا هم نذاریم چون که خدا به ما یک اقتداری داده که از آن چیزی که در واقع دور بر ما هست به عنوان برکت استفاده میکنیم کنیم، هم میکنیم اما اگه از چیزی در آنچه که خدا به ما داده لذت نمیبریم اینم درست نیست از موقعیت و برکاتی هم که خدا به ما داده لذت نمیبریم این هم درست نیست نه با اون شوری شور نه به این بینمکی ما باید در تعادل زندگی کنیم به عنوان مسیحیان امین فکر نکنیم اگر از همه چی بباری و صومه نشین بشیم علامت خیلی خوبیه خب توی اینم بر واقع یه نو فریب معمولا کمتر کسی دو چار این میشه اگه نه یعنی بد نیست چون یه سری اسارت ها رو در واقع نخواهند داشت اما از یه طرف دیگه باید هوشیار باشیم گود اوکی okay. یکی دیگه در واقع از طریقایی که امروزه داخلش افراد ممکنه بیافتن تحت عنوان تلپاتیه واژه تلپاتی از دو تا واژه تله و پاتوس که تله به معنی دور میبینی لنز تله شنیدی تا الان برای دوربینا میگن لنز تله گرفته این لنزی که راه دور رو میگه و یه چیزی بگم که شما تو ذهنتون همیشه بشینه لنز تله کاریه که دور رو برات میگیره خب تله به معنی دوره اصلا تله کابین کابینی که تو رو به راه دور میتونه ببره راههایی که از نظر طبیعی ممنوع ام، امکانش نیست پاتوس به معنی حس کردنه دریافت کردن حسی در واقع احساسات و حسی رو از راه دور دریافت کردن امروزه تو جامعه ما تحت عنوان حس ششمه یه حسی به هم گفت که تو فلانی یه حسی به هم اینو گفت یا حسی اول از همه من به شما بگم که ما توی کتاب مقدس چیزی به نام حس شیشم نداریم انسان پنج تا حواس داره بویایی و چشایی و شنوایی و در واقع لامسه و و بینایی این پنج تا حواس داره که خدا به انسان داده ما بقیه حس ها میشه حس هایی که از دنیای مافوق طبیعی میاد حالا میخواد به واسطه ای ایمان باشه میخواد به واسه قدرت های تاریکی باشه اگر در راستی باشه بهش میگن ایمان تو به واسطه ایمان از حواس پنجگانت ورا رفتی به واسه ایمان با خدا رابطه برقرار میکنی و در واقع یا از حواس پنجگانت آزاد شدی به هوی حسی حس دیگه یا یه دنیای دیگه یا روشی دیگه یا متدی دیگه بخوای با دنیای تاریکی ارتباط برقرار بکنی حالا این این تلپاتی کارشیه که میتونه از نزدیک و از دور شناخته و ناشناخته حسی رو از کسی دیگه یا فکر رو از کسی دیگه دریافت کنه به نوعی یه نوع فکر خونیه فکر شخصی رو از راه دور بشه خونده یا افکاری رو انتقال داد یا ناخواسته دریافتش میتونی بکنی من نمیدونم فکر آدم ها رو میتونم بخونم برادر من نمیدونم آدم ها رو میتونم به نوعی ببینم درونشون رو یا حساشونو حس رو حس میکنم و درستم هم هست همیشه هم درست در میاد برای این چیه یا افکارشون رو من میتونم بخونم همیشه هم درست در میاد برادر این چی میتونه باشه؟ و سوال متوجه شدید خیلی واضح گفتم برمیگردیم به اون استانداردها. ها کلام خدا میگه بجز خدا کسی نمیتونه دل کسی رو بخونه آمین شما تصور بکنید یا یه, یه سوالی رو مطرح کنم به نظر شما شناخت آدم ها ساده است بعض ما مثلا غیر ممکنه ساده که ایچه مثلا غیر ممکنه مثلا موجود بسیار پیچیدگیه و پیچیدگیش به خاطر بسته بودنشه و تو مجبوری فقط با پنج تا حواس رابطه برقرار کنی که نمیتونی پنج تا دا حواس دائم فریب میخوره یه چی دیگه میخوری یه چی دیگه میفهمی یه چی دیگه میشنوی یه چی دیگه میشنوی یه چی دیگه لمس میکنی میگه یه چیزی دیگه بعد میبینی یه چیزی دیگه بود دائم فریب میخوری این پنج تا حواس نقطه کور چشم داری تو صدا همینطور لمس همینطور چشایی همینطور بویایی همینطور یه بوی دیگه متوجه میشه و یه چی دیگه بود پس دائم در حال چیه؟ فریب خوردن این پنج تا حواس پنج تا حواس حواس دقیقی نیست ابزار خوبی هست اما دقیق نیست حالا وقتی بخوایم با حواسی بیش از این استفاده کنیم که گفتم کتاب مقدس حواسی شیشم رو عنوان نمیکنه یا ایمانه یا استفاده از قدرت های تاریکیه عملتو تو باید وارد دنیایی بشی که اجازه بدی حواس پنجگانت در اختیار اون قدرت مافوق طبیعی قرار بگیره چشمت، گوشت، ذهنت، هر چیزی تا بتونه از طریق این حواس پنجگانت بیاد تو دنیای فیزیکی تو و کاری رو به تو یا ارائه بده یا به تو معرفی کنه یا از تو بخواد یا کمکت کنه یا هر کاری بخواد که میخوای برات انجام بده این که فکر یک نفر رو از راهی دور خوندن دو تا امکان وجود داره تجربه چون علم روانشناسی و علم علوم اجتماعی یا مثلا توی شما اطلاعات امنیت آگاهی پلیس آگاهی اینا دیگه اینقدر جرم و جنایت دیدن میدونن که قاتل همیشه بعد از چند دقیقه یا بعد از ایامی میاد سر صحنه جرم چرا چون که انسان ناآرومه مبادا من, من مدرکی جا گذاشتم و ممکنه لو برم خب این تجربه داره بهشون نشون میده احتیاجی نیست میشن غیب کنن که متوجه بشن الان کسایی که این ورا هستن ممکنه یکی از اینها اون قاتله باشه که داره اینجا دو همه همه جمع شدن داره میگن چه خبر چه خبر چی شده اتفاقی افتاده کسی مرده کسی گرفتن میگن آها این یکی از اینها میتونه باشه ولی دلیل ولی نیست همه اونجا جمع شدن قاتلا ولی میتونه باشه خب این تجربه داره بهشون نشون میده علم علوم اجتماعی علم روانشناسی به یه مقدار کمک میکنه یا انسان وقتی داره دروغ میگه مجبوره از مرکزی از فکرش استفاده کنه که مرکز تخیله ما یه مرکز داریم در ذهنمون که وقایع رو ثبت میکنه یه مرکز داریم که مرکز تخیله که زمانی که تو رویا پردازی میکنی چیزی که وجود نداره رو داری بهش میپردازی اونجا اکتیو میشه خب در صورت که اگر تو بخوای وقایعی رو که قبلا اتفاق شده استفاده کنی و بری جایی که آرشیو هست از آرشیوات استفاده کنی از منبعی که اونجا سیف شده و ضبط شده استفاده کنی خب طبیعتا از نظر سیستم مغزی واکنش‌ها از دو تا مرکز مختلف ارائه میشه بعد تو وقتی داری حتی به عنوان آدم معمولی نشستی برای خود خیال میپرده اگه برم اونجا چی میشه دقیقا همون چیزهایی در ذهنت فعال میشه که زمانی که داری دروغ میگی چون که این عملا فانتزی نه دروغه دیگه چون که چیزی که وجود ممکنه در آینده اتفاق بیفته تو بری انجامش بدی آرزوش کردی فانتزیش کردی بعد بری انجامش بدی ولی فعلا دروغه هنوز چه اتفاق پس از این فعالیت ها میتونن تشخیص بدن بله یه چیزی هست اما به این معنی نیست که میتونن در درون روح تو چرا؟ چون دارن فیزیک تو میفهمن از طریق فیزیک تو دارن چیزی رو به درون تو میفهمن اما اینکه مستقیم بدونن تو شخص رو نمیبینی بخوای از درونش با خبر بشی بدونی که فیزیک خیلی اوکی داره هیچ مشکلی هم نداره که با واکنشی برای نشون میده ساکت نشستی یک گوشه ای نه واکنشی داره نه رفتاری داره نه تو باش رابطه داری میگه ما میدونی اون ماشینه که اونجا پارک شده رانندش من میتونم فکرش بخونم نه اون تو رو میبینه نه تو رو اون میبینی نه اصلا رابطه‌ای برقرار اومده این از خدا نیست چون فقط خداست که در واقع دل آدمی رو میتونه بخونه شناخت خدا هم ساده نیست تا خدا خودش رو برای انسان مکاشفه نکنه شناخت خدا ساده نخواهد بود به همین دل انسان در جستجوی خدا دوچار بود ترسی میشه من که خدا انسان رو پیدا کنه انسانی که دنبال خدا میگرده معمولا دچار یک گمراهی میشه میل به خدا داشتن فرق میکنه ولی در نهایت مسیح ما رو پیدا کرد ما مسیح رو پیدا نکردیم آمین حالا اتفاقی که میفته انسان چون که شبیه خداست همینطور که شناخت خدا ساده نیست شناخت انسان ها ساده نیست چون که انسان شبیه خداست و تا خدا خودش رو برای انسان باز نکنه قابل شناخت نیست تا انسان هم خودش رو برای دیگری باز نکنه قابل شناخت نیست پس اینجا اتفاقی که داره میفته اینه که خدا فقط از درون آدمی با خبره و اگر یه نفر میگه من از درون یه نفر با خبرم ظاهرا باید بگیم یا از خداست یا از قدرت های مافوق طبیعی و است. از خدا که نمیتونه باشه چون که شخص بی ایمانه نه عطای روح قدسه داره نه تعمید روح داره نه تولد تازه ممکنه داشته باشه شخص میگه من از بچگی هر کس رو میدیدم میشناختم یکی میگو میگه یه نفر اومد به بابا میگه آره من میام فلان میکنم با هم شریک میشین فلان میگه بچه نام ساله بودم خب میگه میدونستم این داره با بابا هم دروغ میگه بابا هم باور میگه خب بچه دوازه ساله تو از کجا میتونیم بفهمیم گار یه قدرتی من داشتم میفهمیم بعد چند میشد میگفتم عجب تو حسی داری و دختر بماند که زندگی این بیچاره به سیاه کشیده شد اولش فکر میکردن چقدر خوبه یه دختری همین امتیازها رو داره ولی جالب زندگی این شخص بعد ریشهش که در اومد این دختر زمانی که هفت ساله بوده تو خونهشون یه دوزی انجام میشه و بعد مادر این دختر اینو ورش میداره میبره پیش فالگیر میگن یه دختر نابالغ وردار بیار که اینجا ما از طریق اون آینده رو بگیم این دختر از اون موقع دیگه میتونست همه چی رو آکی پس یه در باز زندگی رو برای شخصی ها میکنه شیطان چیز مفتی به کسی نمیده اگر چیزی میده در عوض چیزی رو هم دریافت میکنه رایگان دلش برای کسی نساخته که کسی یا چیزی رو بخواد به کسی بده و یوگا هم در ادامه بگم و تمام کنم یوگا هم ظاهرا یکی از همون روش که شخص وارد دنیای آسمان دوم ممکنه بشه یا بخواد بر دنیای در واقع من دو تا واژه رو براتون باز کنم ما یه دنیایی داریم که قابل دیدنه خب مثل فیزیک ما میشه بقول معروف با آزمایش و آزمون تشخیصش داد که بهش میگن معمولا ابجکتیو یا ابجکتیو چیزی که قابل دیدنه مثل آپتیک مثل عینک مثل دیدن چیزی که قابل دیدن بهش میگن ابجکتیو چیزی که قابل دیدن نیست ولی وجود داره معمولا بهش میگن ساب یعنی زیر ساب وین رفتی تا الان بخورید ها یعنی راه زیر ساب یعنی چیزی که زیره دیده نمیشه مثل حس مثل عشق مثل ایثار مثل ایمان خب اینا چیزایی نیست که تو بتونی ببینیش ولی وجود داره معمولا تمام دنیایی که ما الان داریم معرفی میکنیم با این دوتا بعده که از طریق در واقع دنیای سابجکتیو و قابل غیر دیدن در دنیای ابجکتیو شخص حضور پیدا میکنه شیطان خدا هم همینطور از طریق دنیای نادیده میگه ایمان باور چیزای نادیده است یعنی صابه دیگه چیزی که ندیدی ولی باور داری که هست میگه تو مسیر اینجا نمیبینی اما باور داری هر چرا که میگه هرگاه دو یا سه نفر به نام من جمع بشن من اونجا حضور دارم آمین پس ایمان داره به من میگه نمیبینم اما باور دارم که وجود داره حضور خدا اتفاقی که اینجا داره میافته اینه که شخص میاد از طریق یوگا دنیای ابجکتیوشو توی شرایطی قرار میده در شرایطی میشینه در شرایطی در واقع ستون و مهره حسش دستش همه چیز نفسش رو همه رو تو کنترل قرار میگیره که بتونه از طریق دنیای فیزیکیش ارتباط برقرار کنه و کنترل کنه دنیای سابجکتیوشو دنیای نادیدنشو درسته حالا اونجا رو کنترل کنه آرومش کنه بگه نترس آروم باش فکر نکن و بعد وارد یه دنیایی بشی که تو نتونه دیگه فکر بکنی بلکه میری در حالت یه خلصه عملا به فکرت میگی فکر عملا سیستم دفاعی و ایمنی انسان که تفکرشه و میتونه آنالیز کنه هر واقعی رو خاموش میکنی وقتی قدرت تفکر و اراده انسان خاموش شد یاد هیپنوتیزم بیافتید عملاً دیگه تمام درها بازه الان تمام دروازه ها بازه فکر خالی محل جولان شیطانه تو میتونی افکارتو از دنیایی که داره بود فشار میاره آزاد کنی اما مرکز فکرتو نمیتونی تعطیل کنی چونکه مرکز تفکرتو تعطیل بکنی در واقع میری وارد خلصه میشی یه از خود بی خودی میشی دیگه خودی وجود نداره چون خود زمانی که تو تفکر دست خودته وقتی دیگه تفکر دستتون نیست بهش میگم بی خود دیدی به یارو میگم بی خود کردی؟ آها اینجاست که در واقع ما باید بدونیم که توی یوگا در اتفاقی که میفته همینه رفتن وارد دنیایی که مرکز تفکر رو خالی کردن و در بازه برای هر گونه قدرت های تاریکی اسمش هم اسمش ورزشه خب خود فیزیک اشکال نداره تو میتونی ریلکس کنی میتونی آروم باشی میتونی نفس عمیق بکشی خب اشکال نداره اما اینکه من مرکز تفکرم رو خالی بکنم خطر اونجاست مقوله به نام خواب رو باز کنم برای شما و مرکز در واقع آگاه و ناخودآگاه. خود آگاه و ناخدآگاه که خواب در واقع سه مرحله داره، سه تا لول داره. و اون چیزی که در حافظه ما به عنوان خواب میمونه، تو کدوم لایه میشینه؟ و اونی که در واقع ما خواب میبینیم اما به نوعی سیو نمیشه یا ثبت نمیشه، تو چه لایه ای هست. و در واقع بعضی مواقع خواب اتفاق انجام شده، اما روی مرکز دیگه ثبت میشه و تو هم خبر ندارید. اینجاست که بعضی مواقع توی شرایطی قرار میگیره که ممکنه شخص داره چیزی ریادش میاد که تو مرکز خداگاش نیست و فکر میکنه که قبلا اتفاق افتاده ولی ما نمیدونه کجا اتفاق افتاده و به چه صورت اینو یه رو برای شما باز میکنه تو مکانیسم خواب دقیقا مراقبه همینه هم دقیقا مراقبه یه مرحله دیگه است که شخص دیگه از خودش نفر آزاد میشه میره به یه سمتی که با یه دنیای دیگه یا با یک قدرتی دیگه رابطه برقرار کنه و این بعد حواسمون باشه مثلا به با عنوان مسیحیان خواهش میکنم بیزو خدا با شما باشه تا بعد تا بعد <applause>